بعده که این مشکلات رو برای توضیح بده دیگه، جای نگرانی نیستش. موضوعای ریاضیشو بلدی، ولی حالا چطوری اومده در قالب استدلال و منطق؟ من میخوام برات توضیح بدم. تو جلسه هایی که رسیدیم بهش برات این تیپ سوالا رو توضیح میدم که از دانشتهات استفاده کنی، تحلیل کنی، سوالای استدلال منطق رو بزنی. آه اینجا رو نگاه کن، سوال نسبت تناسب در سطح، فصل 6 کتابتون، فصل 6 کتابتون و همینطور پنجم هم خوندیدش، رتبه سومو داره. یعنی نسبت تناسب درصد یکی از اون قسمتایی که تو آزمون تیزهوشان ازش سوال زیاد اومده تو این 3 ساله. تو این 3 ساله 6 تا سوال ازش اومده. حالا این نیستش که بگیم آقا مساوی سالی دوتا، نه، سالی بوده بیشتر اومده، سالی بوده کمتر اومده. حالا به جلسهش که رسیدیم با هم راجبش صحبت میکنیم کدوم سالا بیشتر اومده، کدوم سالا کمتر اومده. حل مسئله و راهبردها، مسئله حل کردن، مسئله با راهبردهای رسم شکل، حدس و آزمایش و کلی از اینجور داستانا که حالا ایشالا براتون تو جلسه خودش توضیح میدم. مسئله حل کردن باید قوی بشید که حالا ایشالا با هم کار بکنیم و نگرانی نداره. سوالای هندسه که حالا تو کتاب ششم فصل پنجمتون میشد دیگه، منتها نه فقط فصل پنجم دیگه، از دانسته های قبلیتون تو ابتدایی هم باید کمک بگیرید. تو قسمت هندسه 4 تا سوال اومده. بعد دیگه از این به بعد مسائل، ببینید اینجا رو، مسائل سن و سال، مسائل سن و سال مسئله هاییه که چیه؟ در واقع موضوع درسیمون که نیستش که بگیم آقا مثلا فلان فصل سن و ساله، نه، فلان فصل سن و سال نیستش. ببین تو آزمون تیزهوشان تو ریاضی و هوش محاسباتی مسئله سن و سال اومده. یعنی چی مسئله سن و سال اومده؟ که میخوام اتفاقا امروز یکی از بحثام همین مسائل سن و ساله، میخوام راجع بهش صحبت بکنم. ما میگیم که آقا جان کلاسای TNT برای بچه‌ها لازمه به این خاطره که سازمان استعداد درخشان میگه آقا من بر پایه کتاب سوال میدم. درستم میگه ها، یعنی شما این تیپ سوالای سن و سال زیاد حل کردی در حد مثلا چیز، ولی موضوع درسی سن و سال که نداریم، یه سوال مدرسه ایه. ولی حالا ما باید ببینیم روی کرد سوالای تیزهوشان به سوالای سن و سال چجوریه. اینو تو این کلاس ها بهش میپردازیم که امروز اتفاقا باهاش کار داریم. یکی از موضوعات که امروز میخوام صحبت کنم همین قسمته. یه سری سوالای متفرقه اومده، همیشه مثلا بوده، مثلا دو تا سوال متفرقه بوده که حالا موضوع خاصی نبوده، یه مسئله یه با هم کار میکنیم. چون این تیپ سوالای متفرقه هم میگم که بهتون چجوریه، میبینید که اصلا این کدوم درس برمیگرده، اشکال نداره. بعد در مورد موضوع ساعت، در مورد ساعت یه بار سوال اومده، در مورد میانگین یه بار سوال اومده، اولویت عملیات ریاضی یه بار سوال اومده، کسرها یه بار سوال اومده، کفایت دادم یه بار سوال اومده. کفایت داده چیه؟ کفایت دادم امروز میخوام راجعش براتون صحبت کنم. امروز بعد از این صحبت مقدماتی راجع به کل بحث تیزهوشان و بحث به خصوص با رویکرد دارم چیز کار میکنم و ریاضی و هوش محاسباتی، چون میدونید که بحث هوش کلامی رو با استاد مقدسی دارید، بخش هوش تجسمی و در واقع تحلیلی رو با استاد زیارتی دارید، هوش طبیعی رو با استاد میرحسنی دارید. اونا هم خود میگن که تو این دفترچه هایی که من الان بهتون گفتم، اینجا تو صفحه قبلی دو تا دفترچه 60 یکی 60 سوالی میدن، 120 سوال، همه ما رو هم اونجا 120 سوال داریم. من دارم راجع به مثلا حدودا 20 تا از سوالاش با شما صحبت میکنم دیگه. ان شاءالله اون اساتیدم راجع به بقیه قسمت های خودشون باهاتون صحبت میکنن که کلا موضوع رو بفهمید. پس ببینید بچه ها، تا حالا این موضوع اومده، حالا آیا امسال هم فقط از این موضوع سوال میاد؟ قطعا باید با اطمینان بگیم نه. ما طبق آمار میگیم و در واقع عقل سلیم و احتمال میگیم آقا ما همه موضوع رو باید کار کنیم. چرا؟ چون بالاخره ازشون حداقل یه بار اومده، ممکن امسال هم بیاد. اون موضوعایی که دیگه بیشتر اومده که دیگه قطع به یقین میخواد بیاد، 100% میخواد بیاد دیگه، اونا باید بیشتر کار بکنیم. منتها موضوعای اضافه تر هم باید کار بکنیم. چرا باید کار بکنیم؟ دلیل من اینه،
میگم آقا از این سوالا یکی یه بار اومده. خب یکی یه بار اومده، اون سالی که اومده سال قبلش که نبوده که، درست؟ یعنی اون باری که اومده سوال سال جدید بوده اومده.